در بخش صحتمند باشید با شما عزیزان هستیم امیدوار هستیم بخش های متفاوت سلام زندگی را امروز هم بیننده باشین امروز می در رابطه با این که چگونه ما چرا وزن ما را دفعتن از دست می و سبب از این میشه که نتانیم کارها و فعالیت های ما را به درستی انجام بدیم علتش در چی هست آیا شیوه زندگی ما مشکل داره طرز غذا خوردن ما و هم مشکلات دیگری هست که در داخل بدن ما ما از اون ناآگاه هستیم و نمیدانیم امروز در رابطه با کاهش وزن که ما بدون از اینکه چربی داشته باشیم بدون از اینکه ورزش کنیم یا رژیم غذایی داشته باشیم صحبت میکنیم با دکتر صاحب قیس نگزاد متخصص امراض داخلی مومی با ما هستند پس شما هم با ما همراه باشین تا در رابطه با علت و عواملی که دفعتا ما وزن خود را از دست میتیم بدانین دکتر صاحب صبحتان به خیر خوش آمدید حضور شما و تمام هموطنان عزیز ما ارزاده به احترام دارم امیدوارم شما زند روزگار تمامتان در باشین و از بحثی که امروز چند لحظه محدود با شما می داشته باشم برداشت های خوب و آموزنده داشته باشم بسیار مرمان. خوب دکتر صاحب ابتدا در رابطه با که بر ما بگوین که میار وزن خوب چند هست و بعدا میریم به طرف اینکه که مشکلاتی وجود داره که ما وزن ما رزست میتیم خب وقت ما در مورد وزن معیاری یا وزن استاندارد در نزد یک فرد صحبت میکنیم فاکتورهای مختلفی وجود داره که را تعیین میکنه ولی مهمترین شاخصی که از هست عبارت از بادی ماس اندکس است بادی ماس اندکس در نزد یک فرد به کدام شیوه تعیین میشه ما وزن یک فرد بدون از اینکه بود داشته باشه بدون از اینکه به طور یک جای استاندارد باشه بدون از اینکه کدام کالای سقیل پیش موجود باشه میده پرنا باشه مورد وزن قرار میتیم در ترازو مثلا آمد یک فرد 100 کیلوگرم وزنش باید. بعد از او ارتفاع قدش محاسبه میشه به متر این وزن که به کیلوگرم آمده تقسیم مربع قدش میشه در صورتی که بین 18.5 تا 25 کیلوگرم بر متر مربع آمد این یک بادی مس اندکس استاندارد است یعنی این فرد نه لاغر است نه چاق است و تناسب معیاری بین قد و اندامش وجود داره هر قدر که امی اندکس در نزد افراد بزرگسال از 18 م. کم شده میره اینا تحت اندر ویت یا زیر وزن قرار, بله. ویت یا وزن قرار می گیرن و اگر از 25 کما که بالا رفت تحت اوور یا اضافه وزن قرار می گیره و اگه استاد تا پیش رفته تا درجه اول درجه دو و درجه سه چاقی است چاقی است پس در رابطه با عوامل که ما ناگهانی وزن خاطر از دست میتیم بر ما بگوین و کدام عوامل هست شیوی زندگی بله. ما فرق میکنه غذا خوردن ما رژیم های نامکملی را بله. یا هم بعضی از امراض هست, امراز هست؟ ای کاش که فقط بسنده به رژیم غذایی و دایت می بوده به خاطر که ما می یک مشخصه را بیان کنم که اگر یک فرد بینمیشه و وزن خود بشار به شکل سایقوی شدید از دست میته ای دیگه نمیشه که فقط بگویم شاید رژیم ما مشکل داشته باشه <applause> شاید ما بتارم سال بیشتی هایی داشته باشم یک اصطلاح تحت عنوان involuntary weight loss یا unintentional weight مورد در جابی قرار میگیری یعنی به چی مفهوم یکی یک فرد است که خودش میخواه <applause> مثلا وزن ما یک زرازیات است تصمیم میگیریم که یک ده کیلو وزن خود <applause> کم کنیم به طرح مثال خود میخوایم <applause> ولی در یک حالات است با وجودی که یک فرد نمیخواه که وزنش کم شد ولی روز به روز وزن خود از دست داده میره ایره به نام کاه هش ناخواسته وزن می گرد بله اگر یک فرد در مدت 6 الی 12 ماه 6 الی 12 ماه یعنی نیم سال رحل. یا یک سال 5 کیلوگرم وزن خود به شکلی که خودش نخواهد از دست بده یا 10 پوند وزن خود از دست بده یا 5 فیصد مجموع مهم. وزن بدن خود از دست بده اینمی قابل تشویش است بله. یعنی خودش با که نمیخواهد ببینی که در مدت 6 تا 12 ماه مریض به طور مثال 60 کیلو بوده حالا هست 50 مهم. کیلو بیشتر از 5 کیلوگرم وزن خود از دست داده ای باید پیدا شود میدونین در یک بر دوی حسی واقعات یک فردی که میگم من روز بر روز لاغر میشم من روز بر روز وزنم کم میشه این غلط است و دروغ است و کاذب است و فقط امت یک انگیزه برای خود داده یعنی مم. وقتی که پرسان میشه چی می که چی میفهمی که وزن روز برای کم میشه میگه دکتر سب روی این به تارم سال لاغر شده میره حالا میار وزن زیاد و وزن کم دیگه فقط روی آدم نیست, نیست بنابرای استندرد باید لباس مریض قایسه شود دوستایش پرسان شود اقاربش اکسای گذشته مریض و در پولی از او در ترازو واقعا ببینه که شش ماه پیش وزنش چند کیلو بوده حالا چند کیلو است در یک بر چهار سه واقعات که 25 فیصد وقت تشکیل میترقدر که بپولیم 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 ملت ما پیدا کردن میتونیم مم. که چرا وزن یک فرد کم شده حالا یک لست بسیار بزرگی که مثلا یک اونجا که یک میره یک لست بسیار کلان در دسترسشان قرار <تصفح> میتن این لست از او از وام کده به طور مثال از گسترده تر و وسیع تر است <تصفح> به خاطری که عوامل مختلف وجود داره که باعث میشه تا یک فرد روز به روز وزن خود کم مم. کنه می شما امیر وار تحت مطالعه و پیشکش هموطنان عزیز ما قرار بدم اگر یک فرد وزن خود به می شدت از دست میته ببینید که یک دفعه مریض جور تیار بوده ده،, ده کیلو وزنش یک دفعه کم شد لاغر میزوف خود کرد باید اینی عوامل در پیش پالیده شود در صدر جدول ازی این امراض سرطانی قرار داره یعنی یک فرد که به میشه کلاله بعض اوقات مثلا نمی مصاحبه ایرک مجرا میکنه من وطنای ما هزار نقطه مثبت از زیر اعلام میتن دو تای منفی کش میکنه حالا هر فرد لاغر دیگه بگه خدای ناخواسته من سرطان دارم نقل. نه خیر تحت اون شرایطی که مثلا در 5 ماه 6 ماه یک مریض یک دفعه 5 کیلو وزن خود کم کنه اون قابل تشویش است یعنی در صدر از سرطان ها قرار داره سرطان های هر قسمت میتونه این مشکل را به وجود بیاره به خصوص سرطانی که در قسمت سینه خانم ها تاس میکنه سرطان های رحم سرطان های بدن سال تخوندان سرطان های سیستم هاضمه سرطان جگر و سرطان پروستات در ضمن آفات مشکلات باعث از این موضوع شده میتونه مثلا مریضایی که پرکار از غده جاغر یا غده تایراید اینا خوراک زیاد ولی وزن کم دارن بسیار نازک به نظر میرسن مریضای که شکر نو اول داره. بله. اینا به طور مثال میبینی که برخلاف مریضای شکر نو دوم که اکثرش چاق است اینا مم. لاغر میباشند اونایی که به صورت عموم کدام مشکل در غدوات ادرینال که در بالای گرده ها موقع داره می داشته باشن اکثرا لاغر هستن مشکلات سیستم هاضمه رو ما نمیتونیم از نظر دور بله. اونایی که زخم های سیستم هاضمه داره اونایی که سوی جذب داره نان خوش را تحمل کرده نمیتونه شیر را تحمل کرده نمیتونه به مجرد که شیر گرفت سالات پیش به وجود میاد بله. جذبش مشکل داره یا به طور مثال روده کلان یا روده خودش التهابی است از مواد غایتیش به طور مثال خون میبینه اینا ممکن که روز به روز وزنشان کم شود در ضمن فاکتورهای اجتماعی باید از نظر دور نماند یک فرد هیچ مشکل نداره پیسه نداره بله. و یا که مثال به اندازه پیسه داره که فقط شهوای جدگی خود پوره کنه کلش سر غذای ویتامین دار و پروتین چیزایی که در ترکیب ویتامین داره چیزایی که در ترکیب پروتین داره منرال داره قیمت است میوه است به طور مثال گوشت است در انواع و اقسام مختلف مواد مغذی دیگه است یا قیمت از فرد خریده بله. نمیتونه فاکتورهای اجتماعی با گفته شما همچنان دهی مطرح است بله. در ضمن عوامل روانی رو ما نمیتونیم از نظر دور بونیم بله. اکثر دختر خانم ها متاسفانه ما چون بگیم خوشبختانه به این مرض بیشتر مصاب میشن چون اینا به صورت عموم سنسیتیویتی حساسیت بیشتر در مقابل بدن خود داره شکم باید پیش نباشه اندام به طور مثال زیرو باید داشته باشن بله. و بسیار وسواسی در مقابل اندام خود میباشه به خاطر بعضی اوقات یا یک رژیم غذایی غلط میگیرن ببینید که در شش ماه انارکس و و یا بیشتر یی به وجود میاد یک وجه سرطان را به خود اختیار میکنه ده. اندام خوب است ولی به این اندازنی که فعالیت ما را به فلاکت ما واجب بسازه امه. اونایی که استراپ می داشته باشن فکر کنن بحث بیشترتون در مورد بوده اونای بله. اونایی که دپرشن یا افسردگی می داشته باشه با زیر ما از لحاظ آکادمیک و طبابت مورد مطالعه را می دیدیم اینا روز به روز وزنشان کم میشه در پهلوی از این فاکتورها مریضای که روماتیسم می داشته باشن اینا روز به روز وزنشان کم میشه در پلی مریضای که توبرکولوز داره مریضای که ایتس داره مریضای که زردی سفید می داشته باشه مریضای که زردی شیا می داشته باشه اینا ممکن است روز به روز وزن خود از دست بدن و در پالی از ممکن است کم شدن روزافزون وزن بعض اوقات در سیر یک سل دواها به وجود بیاید بنابرای یک فردی که میگه وزنم کم میشه اینمی اوامل باید دیش داشت پالی داشته شود بله و اگر یک شام نبود پس اگر نبود باز تحت عنوان انون ویت لاس مور در جبه قرار میگیره یعنی به این مفهوم که مریض روز به روز وزنش کم میشه ولی کدام علت نداره سرطانش رد شد توبرکولوز شد شد زردی سفید شد زردی سیایش شد شد ایچ آی وی رد شد در او صورت بر مریض میگی به تا مثال که یک ذره به تا اختصاص به خوراکه بده تا که میتونی هر که وقتی که خود چاق شد باز گردن شما را میگیره یا خان شما را میگیره نه 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 انشالله که تگاب پیدا بود خب دکتر سعی در رابطه با تشخیصش بر ما صحبت کنه و تداویش ای که چیگونه باید تداوی صورت بیره و معمولا تشخیصش که شما مریضایی که به شما مراجع میکنن چیگونه است؟ یک نقطه رو من میخوایم بیان کنم که بدون قید و شرط به صورت عموم نالج یا علمیت طبی دکتر رول اساسی و رول بسنده رو بازی میکنه که مریض کدام سو ساق بله. حالا یک فرد فقط اومده میگه دکتر سی وزنم کم است اینا ایج ایجا قضاوت کلینیکی کار است که تو ماینات مریض به کدام سو سوق بده آیا سرطان دهش به پلی مثلا بله. یک زن خاله 50 ساله مراجعه کرده به مجرد که به طور سال دیده میشه وزن خود کم کرده از مواد غایتیش بعض اوقات خون میاد از استفراغش خون میاد نانا که میکنه اینجا بند میشه و ده پلیش در قومش تاریخچه سرطان میری موجود بوده و غذای تند هم زیاد استفاده کرده این مستقیم ادم مستقیما یک اندوسکوپی که ما بودا کدام سیستم سرطان سیستم آزمه باشه بله. یعنی ده اینجا بیبی بی 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 بیشتر از 50 40 علت به خاطر کم شدن و وزن روزافزون وجود دارد آره تو نمیتونیم که ما مثلا مریض بگیم از 60 پایت به طور مثال ماینه کو تا فرق سرت افغانستان یک کشور فقیر است جامعه مم. فقیر است علمیت دکتر در دا اینجا رول گسترده و اساسی را بازی میکنه مثلا یک مریض است که از یک ولایت مراجعه کرده در خانه شان کدام بچی همیشه توبرکلوز داشت تالی سلفا و بلغم داره روز به روز وزنش کم شده خلاص یک عکس ایکس ری برش میتین مم. و در پلیس تست دیگه که توبرکلوز را تشخیص کنه مم. یعنی چون بیشتر از ده ها عوامل به خاطر کاهش روزافزون وزن وجود داره ما میبینیم که کدام دریافت ها شما مریض موجود است و به اساس از این کش میکنه که ماینات برای ساق بتیم ماینات که اکثرا پیش مریض ها ایجاد میشد میبینیم تعداد اجرات خونش که مبادا ما کلا مافت خون پیش هلی. موجود باشه تاریخچه سرطان ها پیشش گرفته میشه یک تاریخچه وسیع از متفولیتش تا به می حال گرفته میشه مریض ماینه مورد ماینه فیزیکی قرار میگیره که کدام بله. چیز ده پیش پیدا میکنیم نمیکنیم و در ضمن یک سلسله ماینات متممی دیگه که هر کدامش به خاطر رسیدن به تشخیص بر ما کمک کننده است ولی کلینیک دکتر بسیار مهم است که بفهمه که مثلا 80 درصد بچه احتمال داره پیش باشه 20 فیصد دگه ما رو ماینات کمک کنه اگر ما پش پشت ماینه بدهیم در حقیقت میروز روز است که روز به روز تبابت و فلاکت مواجه شده و در رابطه با تداویش هم کوتا اگر صحبت کنین دکتر عامل امروز تبابت استینات به اندرلاین کاز داره هر کسی که به ترم مثال بوجی بوجی شربت های مولتی ویتامین و شربت های به طور مثال تقوی بیشتر برای هر کس میته چیزی بیش نیست جز جفا به خاطر از اینکه به دار مثال مریض که 500 200, 200 300 افغانی یک شربت اشتیاق میخوره خوره 15 رقم میوه بخوره ده بله. فصل فریمانی به می خاطر وقتی که یک مریض به این شکل وزن خود از دست داده شربت اشتیاق و مولتی ویتامین برسی بسنده و کافی نیست اندرلاین بله. کاست باید معلوم شو علت باید تثبیت شو مثلا اگر پرکاری خودی جای داغور جاغور داشت تداوی یک دونه تابلت اگر مریض توبرکلوز داشت تک به دار مثال 4 دونه دوا رو به خاطر توبرکلوز استفاده میکنه اگر مریض شکر باشه انسولین خود میگیره یعنی تداوی مرض نظر ضرب است و از استفاده بیش از حد شربت به فزور که تحت عنوان اشتیاوی مسائل است باید جدا جدا خودداری و وقع به عمل بیاید بسیار زیاد تشکر از حضور تان سلامت باشین شما موفق و, و کامران باشین سلامت باشین سلامت از شما بیننده های عزیز هم یک جهان سپاسگزاری می کنم که در بخش ساعت من باشید با ما همراه بودین ما در رابطه با کاهش وزن که دفعتن صورت می گرفت با دکتر صاحب قیس نگزاد صحبت هایی داشتیم امیدوار هستیم که شما هم آگاه شده باشین و اقدام کنین بعد از این به خاطر صحتتان وقفه میگیریم پس از وقفه برمیگردیم گردیم با ما همراه باشیم